پرحاشیه‌تر فیلم سیاسی دنیا در مورد عملیات سری آمریکا توی ایران. گلاسیا سلام، امروز فیلمی آوردم که میدونم تو کامنت‌ها سرش جنگ میشه. فیلم آرگو محصول 2012 که خیلی هم جایزه‌های متعددی گرفت و سال 2012 که پخش شد تو کل دنیا ترکید. این فیلم در مورد عملیاتیه که تو دنیا به اسم کانادین کیپر شناخته میشه. داستانش هم برمیگره به دوران انقلاب ایران، یعنی سال 57 و 58. خوبه که بدونیم چرا این فیلم انقدر جایزه گرفته و اصلا یه نقد سینمایی بهش بکنیم تا بیشتر درک بکنیم جریانشو. ازتون درخواست میکنم اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنید، چون واقعا آینده کاری کانال رو همین لایک ها تضمین میکنه. بریم با هم ببینیمش. حواسمون باشه پول کامل صحنه‌های خشنشم باشه. با شروع فیلم میریم به سال 1357، انقلاب ایران. تصاویری نشون داده میشه که مردم انقلاب کردن و اوضاع کشور یکم به هم ریخته است. از طرفی شاه به آمریکا رفته و هنوز مشخصش که این کشور ازش مراقبت میکنه یا نه. البته که میدونیم بعد مدتی از آمریکا به مصر میره و اونجا پناهنده میشه. این وسط تعداد زیادی از دانشجوها و مردم روز 13 آبان به سفارت آمریکا توی تهران هجوم آوردن. درخواستشون هم به چیز خیلی واضحه، اینکه آمریکا باید شاهو به ایران برگردونه تا همینجا محاکمه بشه. دیپلمات‌های سفارت هنوز عمق قضیه رو درک نکردن و فکر می‌کنن که شیشه‌های ضد گلوله ازشون مراقبت می‌کنه یا اینکه مردم همونجا میمونن. اما جریان خیلی جدی‌تر و با عبور تعدادی از دانشجوها از دروازه حیات مردم به داخل میان. دیپلمات‌ها با وحشت همه مدارک سفارت رو از بین می‌برن. نگهبان‌های سفارت هم آماده مقابلن، اما چند تا از دیپلمات‌ها می‌دونن که دیگه دفاعی نمی‌تونن انجام بدن. یکیشون با بیخیالی میره جلو در تا مسئله مردم آروم کنه، اما اونو دستگیرش میکنن. حالا که جونش در خطره، توسط نگهبانا در آخر باز میشه و مردم میان داخل. کارمندا با استرس و وحشت آخری مدارکم نابود میکنن که بقیه دانشجوها میان و یه سریشون رو میگیرن. تنها 6 نفر از دیپلمات های سفارت در میرن و میریم به کاخ سفید آمریکا. خبر اشغال سفارت همه دولت رو نگران کرده و بهشون در مورد 6 دیپلماتی که فرار کردن هم اطلاع میدن. این 6 تا حالا تو سفارت کانادا قایم شدن، جایی که سفیر کانادا یعنی آقای تیلور داره ازشون محافظت میکنه. رئیس CIA بقیه دولت رو مسخره میکنه که چرا تا الان با شرایط انقلاب ایران سفارت رو خالی نکردین. از طرفی هم برگردوندن شاه غیر ممکنه، چون خیلی مشکلات بزرگتری در آینده به وجود میاد. با یه مشاوره تصمیم به این میشه که حداقل اون 6 نفر رو یه جوری خارج کنن تا برای بقیه گروگان ها کار دیگه ای انجام بشه. 2 ماه و نیم میگذره. تو تمام آمریکا این خبر پیچیده و اکثرا هم دولتشون رو مقصر این اتفاق میدونن. یکی از مامورهای خوب CIA به اسم تونی به سازمان اعزام میشه و سری خودشون میرسونه. جو خیلی به هم ریخته است. رئیسش یعنی جک میگه دولت جدید ایران با کانادا هم به مشکل خورده و سفیر کانادا هم قراره به کشورش فرار کنه. این یعنی جون 6 دیپلماتشون هم توی خطره. از طرفی هم افرادی که به سفارت اومده بودن تمام مدارک نابود شده رو برداشتن و دارن سعی میکنن بازیابی کننشون. اگه موفق بشن میفهمن 6 نفر از این افراد در رفتن و دیگه نمیشه از کشور فرارشون داد. به جلسه میرن که قرار نقشه فوری برای نجات اونا بریزن. برنامه فعلیشون هم اینه که براشون یه دوچرخه فراهم کنن، چون اکثر خیابون بسته است و نمیشه ماشین استفاده کرد. با دوچرخه قرار خودشونو به خارج از شهر برسونن و بعدم یه جوری از مرز ترکیه خارج شن. اما تونی با خنده میگه مسخره ترین کارتون همینه. فاصله که باید برن نزدیک 500 کیلومتر و غیر ممکنه کسی تو این فاصله نبینتشون یا خودشون حتی خسته نشن. برنامه های جایگزینشون هم مسخره است و تونی که خیلی حرفه‌ایه همشون رو رد میکنه. چیزی نمونده، هویت این 6 نفر فاش شد و همه برنامه ها غیر ممکنن. جلسه ناموفقه و در همین حین اختلافات بین ایران و آمریکا هم بیشتر شده. آخر شب تونی داره با پسرش تلفنی صحبت میکنه و از یه فیلم سینمایی که توی جای دورافتاده‌ای ساختن حرف میزنن. یه دفعه بهترین ایده به سر تونی میاد. روز بعدی جلسه فوری تشکیل میده. میگه رابطه ایران و کانادا هنوز اونقدر مشکل نداره و خیلی از افراد کانادایی توی ایرانن. ما میتونیم پروژه ساخت یه فیلم سینمایی تو فضای کشورهای خاورمیانه از جمله ایران رو شروع کنیم. این فیلم باید ساخت کانادا باشه و منم به عنوان یکی از تولید کننده هاش با پاسپورت کانادایی میرم ایران. هویت جعلی برای اون 6 تا هم میسازیم و در آخر هممون به عنوان تیم ساخت فیلم از اونجا خارج میشیم. بقیه زیاد امید ندارن، چون همچین کاری ریسکش بالاست و قطعا یه جا لو میره. اما تونی متقاعدشون میکنه و این در حالیه که کمیته ایران بالاخره مدارکی پیدا کرده که 6 نفر از سفارت فرار کردن، اما هنوز هویتشون رو نتونسته به دست بیاره. تونی با گرفتن تایید به شهر لس آنجلس میره. اینجا یکی از دوستاشو به اسم آقای چمبرز میبینه، یه کارگردان بزرگ هالیوودی. براش جریان رو توضیح میده و چمبرز هم به سادگی قبول میکنه که توی این ماموریت باشه. یه جمله خیلی معروفم به تونی میگه: تو میخوای بیای هالیوود و بدون اینکه هیچ کار مهمی انجام بدی یا آدم معروف شی؟
آفرین، چون دقیقا اینجا همینطوریه. شب با هم شام میخورن و چمبرز توضیح میده باید قبل شروع ماموریت واقعا یه فیلمو معرفی کنیم. همه جا باید تبلیغ بشه تا کل دنیا بدونن که فیلم واقعیه. برای این کارم یه فیلمنامه خوب و تهیه کننده معروف میخوایم. دو تایی به دیدن مردی به اسم لستر میرن. تهیه کننده خیلی معروف. ماموریت رو براش توضیح میدن و اونم میگه به نظرم فقط 1% این درست پیش میره. اما منم عاشق ریسکم و قبول میکنم. روز بعدی کلی فیلمنامه برای تونی میاد و در حال بررسی همشونه. رئیسش جک زنگ میزنه که تا 3 روز دیگه باید کارو شروع کنی وگرنه برنامه دیگه ای رو دولت انجام میده. تونی با نگرانی بیشتر میگرده و با دیدن فیلمنامه به اسم آرگو کنجکاو میشه. بعد خوندنش میره پیش چمبرز و لستر تا بهشون بگه بهترین گزینه‌مون همینه. یه فیلم علمی تخیلی با یه داستان مسخره، اما صحنه‌های فیلم پوریه که به بهونه ساختشون میشه به ایران سفر کرد. با نویسنده این فیلمنامه جلسه میذارن و لستر بهش پیشنهاد یه پول خیلی کم برای ساخت میده. نویسنده بهش برمیخوره چون شرکت‌های دیگه 10 برابر حاضرن پول بدن، اما لستر با تمسخر تمام مشکلات فیلمنامه رو به روش میاره و در آخر هم قانعش میکنه کمتر از همون پیشنهاد اولیه بفروشتش. روز دیگه هم میگذره و جک تو تماسی به تونی میگه هر روز سیستم امنیتی ایران داره قوی‌تر میشه. دولت جدید کارش رو شروع کرده و خیلی سخته که بتونی از فرودگاه رد شی. تونی میگه چند روز دیگه وقت میخوام، اما جک نمیتونه این کارو انجام بده و فقط 2 روز مونده. با این خبر چمبرز، لستر و تونی همین شب یه همایش بزرگ ترتیب میدن تا فیلم جدید رو معرفی کنن و داستان اصلیش رو برای خبرنگارها توضیح بدن. در همین حال خبری از ایران میرسه که اعلام میشه هیچ مدارک هویتی از کارمندهای سفارت باقی نمونده. برای همین هم تا الان به نظر ما همشون جاسوسن. اگه زودتر قضیهشون بین دولت‌ها حل نشه، تک تکشون باید مورد محاکمه تو همینجا قرار بگیرن. همایش فیلم هم خوب پیش میره و همه جای دنیا خبر این پروژه سینمایی بزرگ توسط 2 فیلمساز خفن میپیچه. تونی با اولین پرواز خروج به سازمان میرسونه تا اعلام آمادگی کنه. وقتی همراه جک برنامه‌شون رو برای وزیرهای دولت توضیح میدن، برخلاف انتظار بازخورد بدی میگیرن، چون میگن خیلی ریسکش بالاست. اما تونی توضیح میده همه برنامه‌هامون افتضاحن، اما یه دونه یکم کمتر افتضاحه. و در آخر تایید نهایی دولت هم میگیره. شب زمان اجرای برنامه میرسه. جک تونی رو به فرودگاه میرسونه و تاکید میکنه که اگه گیر بیفتی دولت هر نقشی تو این قضیه رو انکار میکنه و کسی برای نجاتت نمیاد. تونی هم قبول میکنه و سوار هواپیما میشه. میایم به ایران. گشت نیروها برای این 6 نفر خیلی جدی تره که استرسشون هم بالاتر برده. بعد ساعت ها تونی به استانبول میرسه. اینجا یه مامور امنیتی از انگلیس به دیدنش میاد که زیر و بم چک شدن توی فرودگاه رو تعریف میکنه. همه راههای فرار و مرحله های مختلف رو توضیح میده و تونی میره به سفارت ایران تو استانبول. با معرفی خودش به عنوان فیلمساز کانادایی حکم ورود به ایران میگیره و با اولین پرواز میاد به تهران. دیدن شرایط کشور، اعتراضات و جو امنیتی باعث نگرانی شده و بر اساس نقشه به دیدن رئیس وزارت فرهنگ و ارشاد میره. تو مصاحبه ای توضیح میده که چه مکانهایی رو باید بررسی کنن تا تیم فیلمبرداری از شرایط کامل با خبر شه. برام میگه غیر من 6 نفر دیگه هم هستن و با هم اومدیم، اونام الان مهمون سفارت کانادا. مجوزهای لازمو میگیره و به دیدن تیلور سفیر کانادا میره. تیلور پاسپورت هایی که برای 6 نفر آمده شده رو میده و میگه باید مهر ورود به ایران رو خودت روشون جعل کنی. بعدم میرن به سفارت و تونی با این 6 تا آشنا میشه. موقع شام برگه هایی رو به هر کدوم میده که باید کامل حفظ کنن. این هویت جدیدش نوع اطلاعات لازم برای ساخت فیلم که موقع صوتی ندن. این 6 نفر هم نگرانن و مدام هم مشکلات احتمالی حرف میزنن. تونی هم با آرامش جوابشون رو میده و میگه این تنها راه خروجمونه. وقتی هم تونی و تیلور تنها میشن، سفیر میگه کانادا دستور داده تو همین چند روز اینجا رو ببندیم و برگردیم به کشور. یعنی اگه نقشه رو خیلی زود انجام ندی، دیگه نمیتونید اینجا بمونید. دیپلمات‌ها هم تو این فرصت در مورد تونی حرف میزنن و تصمیم میگیرن بهش اعتماد کنن، چون تنها راهشونه. تونی بعد تاکید به اینکه تا فردا باید همه چیزو حفظ کنید، به هتل میره که شبو بگذرونه. اینجا روی پاسپورت اون 6 نفر کار میکنه که اگه کسی دید فکر کنه همشون با هم به ایران رسیدن. نصف شب نامه‌ای براش میاد. مجوز نهایی رئیس ارشاد که بتونن از مکان‌های مهم دیدن کنن. آخر نامه هم نوشته فردا ظهر به بازار بزرگ تهران بیاید که اونجا همو ببینیم. به جک زنگ میزنه و قضیه رو تعریف میکنه. جک میگه این یه نقشه است تا بگیرنتون، اما تونی میگه تنها راهمونه، چون اگه اونجا نریم بهمون بیشتر شک میکنن و همه چیز خراب میشه. روز بعدی تونی به این 6 نفر جریان میگه و همه با هم به بازار بزرگ میرن. اونجا با رضا نماینده ستاد ارشاد آشنا میشن و توی بازار میگردن. در همین حین چند نفر از مامورهای ایران هم میبینیم که یواشکی دارن ازشون عکس میگیرن. یه سری از بازاری‌ها عصبی میشن و دعوای شکل میگیره و تونی و افرادش از رضا خدافظی میکنن. میایم دم سفارت کانادا. چند تا مامور دولت به اینجا میان و با خدمتکار خونه صحبت میکنن. ازش میپرسن مهمون‌هایی که سفیر کانادا داره آمریکایی‌اند مگه نه؟
خیلی وقت هم از اومدن اینجا. اما خدمتکار تصمیم میگیره لوشون نده و میگه نه، دو روز پیش اومدن و همشون کاناداییان. وقتی بقیه به سفارت میان، تیلور خیلی نگران و میگه جون هممون تو خطره و نهایتاً فردا باید ایران رو ترک کنیم. تونی هم با اینکه میدونه بقیه هنوز آماده نیستن قبول میکنه. میاد پیششون و همه سوالات احتمالی فرودگاه‌ها بهشون میگه. وسط همین صحبت‌ها جک بهش زنگ میزنه. این بار ناراحت و یهو میگه مأموریت لغو شد. کاخ سفید ریسکشو بالا میدونه و قراره با یه حمله نظامی گروگان‌ها رو آزاد کنه. تونی عصبانی و داد میزنه فردا همه چیز تمام و نمیتونید لغوش کنید. جون آدما وسطه و جک کاری از دستش برنمیاد. میگه باید از دستورا پیروی کنیم. با پایان مکالمه تونی به هم ریخته است و سردرگمه. وقتی یکی از کارمندا بهش میگه بیا دوباره تمرین کنیم، تونی با لبخندی میگه همتون آماده اید و دیگه استراحت کنید چون فردا روز مهمیه. بدون گفتن این خبر مهم میره کنارشون و تیلور میاد پیشش. بهش میگه از کانادا زنگ زدن و دستور دادن پاسپورت هایی که ساختیمو بسوزونن. من میسپرمش به خودت و تو هم بهتره فردا با اولین پرواز اینجا خارج شی چون معلوم نیست قراره چی بشه. تونی به هتل میره و خیلی مست میکنه. مهمترین مأموریت زندگیش لغو شده و حالا معلوم نیست چه بلایی قراره سر بقیه بیاد. روز بعدی میرسه. چمبرز و لستر هم از دولت دستور میگیرن شرکتی که برای فیلم آرگو ساختن رو ببندن. 6 نفر توی سفارت آماده‌ان و نمیدونن همه چیز به هم ریخته. تونی با ناراحتی لوازمشو جمع میکنه اما قبل خروج تصمیمشو تغییر میده. با زنگ زدن به جک میگه من مأموریتمو میخوام انجام بدم و دیگه کاری به دولت ندارم. مهم نیست چی بشه. با قطع شدن تلفن جک میدوه سمت یکی از کارمندا و میگه باید 6 تا بلیتی که از تهران بود رو دوباره برگردونی. اما به خاطر دستورات بالایی اون همچین کاری انجام نمیده. تونی هم به سفارت میرسه و همراه بقیه سمت فرودگاه راه میافتند. توی سازمان هم جک مصمم و میره سراغ مامورهای دست بالایی تا بتونه این قضیه رو یه جوری حل کنه و بلیت اونا رو دوباره بخره، وگرنه همه چیز توی فرودگاه نابود میشه. تیلور و همسرش هم همراه تونی برای همیشه سفارت رو ترک میکنن تا به کشورشون برگردن. جک با استرس زیاد همچنان دنبال اما نتونسته بلیتی براشون بگیره. تونی و بقیه به فرودگاه میرسن. به قسمت چک میدن و بعد بررسی بهشون اعلام میشه بلیتی به اسمتون وجود نداره. همه وحشت زدن اما تونی آرامششو حفظ میکنه. میگه لطفاً یه بار دیگه بررسی کنید. این در حالیه که جک بالاخره تایید نهاییو میگیره و بلیت ها فعال میشن. با چک دوم بلیت ها بالا میان و مسئول با معذرت خواهی اجازه ورودو به این گروه میده. همین لحظه توی سفارت آمریکا دانشجوهای ایرانی بالاخره موفق شدن تعداد مهمی از مدارکو بازیابی کنن. از جمله عکس دو نفر از کارمندهای فراری. توی فرودگاه نوبت چک امنیتی بعد میرسه. اینجا یکم سخته چون برای خروج از کشور نیاز مدارکی داشتن که دولت بعد لغو مأموریت براشون نفرستاده. از طرفی هم هیچ مدرکی از زمان ورودشون به ایران موجود نیست. اما تونی باز کم نمیاره و این بار با ارائه مجوزهایی که از ارشاد گرفته بود همه کارهایی که چند روز انجام داد رو توضیح میده. بعدم بهونه میاره که برگ خروجمون گم شده و پلیس مرزی هم اجازه گذشتن قسمت رو بهشون میده. دانشجو همین لحظه عکسای بازیابی شده رو با عکسایی که از این گروه توی بازار گرفته بودن مقایسه میکنن و مطمئن میشن مهمونهای سفیر کانادا همین فراری هان. کسایی که حالا با آخرین چک امنیتی رسیدن و این بار مامورهای سپاه با بررسی پاسپورت ها یکم به جریان مشکوک میشن. یه سری سوال به زبان فارسی میپرسن و همه وحشت زدن. اما یکیشون که فارسی بلده توضیح میده که برای بررسی لوکیشن فیلمبرداری اومدن ایران و داستان فیلمو تعریف میکنه. تونی با دیدن جزئیاتی که این مرد میگه لبخند میزنه چون خیلی خوب همه چیو حفظ کرده. توضیحات تا حدی مأمور رو قانع میکنه اما برای اثبات کاملش میخواد با شرکت فیلمسازی هم تماس بگیره. تونی هم کارت شرکتی که لستر و چمبرز ساختن رو بهشون میده. بی خبر از اینکه به دستور دولت اونا هم شرکت رو ترک کردن. مأمور زنگ میزنه و جوابی نمیگیره. لحظه آخر که میخواد قطع کنه، چمبرز که برای برداشتن چیزی به شرکت برگشته تلفن رو برمی‌داره و همه چیزو تایید میکنه. داخل تهران مامورها به سفارت کانادا میان تا کارمندهای فراری رو دستگیر کنن. داخل فرودگاه هم بالاخره مامور اجازه پرواز به گروه میده و همشون با خوشحالی سمت هواپیما میرن. مامورها تازه میفهمن همه از سفارت به فرودگاه رفتن و سریع با پلیس فرودگاه تماس میگیره که جلوشون رو بگیره. اینا هم سوار شدن و هواپیما داره حرکت میکنه. مامورهای فرودگاه با ماشین میان و نزدیک هواپیما هن، اما خلبان که نمیدونه جریان چیه توجه نمیکنه و پرواز انجام میشه. استرسشون هنوز زیاده و همه نفس ها حبسه تا اینکه بالاخره بعد مدتی اعلام میشه از محدوده هوایی ایران خارج شدیم. فریاد میکشن و همه تو آغوش میگیرن. تونی با لبخندی بهشون نگاه میکنه و چشماش پر از اشکن. خبر فرار به سازمان CIA میرسه و اونجا هم همه فریاد خوشحالی سر میدن. و
برای جیغ و داد جلسه تشکیل میدن و برای جلوگیری از اتفاقات احتمالی تصمیم میگیرن هر دخالتی از آمریکا تو قضیه رو انکار کنن. همه جریان رو تیلور سفیر کانادا به عهده میگیره و تو کل جهان به عنوان قهرمانی که 6 نفر رو نجات داده شناخته میشه. صحنه‌ای از قدردانی دولت از تیلور برای این کار میبینیم و مینویسه که در تاریخ 30 دی سال 59 بقیه کارمندهای سفارت هم آزاد میشن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. لطفا اگه خوشتون اومد پست لایک بکنه، چون لایک شما میتونه آینده کانال رو تضمین بکنه. علاوه بر سینمایی که بخوایم نگاه بکنیمش، بن افلک توی این فیلم میترکونه، یکی از بهترین نقشش رو ایفا میکنه و واقعا هم خیلی خوب به اجرا در میاد. وقتی که فیلم رو نگاه بکنید، حالتهای چهره از لحاظ استرس، از لحاظ نگرانی، مخصوصا اون سکانس آخر که فرار کردن، خیلی خوب میاد تو چهره خودش رو به نمایش میذاره، با اینکه هیچ حرفی رو به زبون نمیاره. و همه معتقدن توی دوره حرفه‌ای این بازیگر بهترین فیلمش همین آرگو بوده. جدا از این، پروسه ساخت فیلم خب خیلی خوب پیش رفته و صحنه‌سازی‌هاش قشنگه. اما همونطوری که نه تنها نمیخوام از زبون منتقدهای ایرانی یا جنبه‌دار بهش نگاه بکنم، تمام منتقدهای دنیا معتقدن فیلم آمریکانایز شده، یعنی آمریکایی گرایی شده. دلیلش هم خب خیلی واضحه. بعد از اینکه فیلم پخش شد، یه مصاحبه‌ای با خود مأمور CIA که واقعا عملیات انجام داد میکنن و خودش هم میگه در این حد دیگه اینتنس یا حساس نبود جریان. خب سینماه، توی سینما اغراق کردن چیز خیلی عادیه و همینجا مطمئن میشیم که توی فیلم اغراق زیادی انجام شده. اما این به نظر نکته بدی نیست، به خاطر اینکه توی هر فیلمی برای اینکه موضوعش بیشتر به نمایش در بیاد و هیجانش رو بتونن به بقیه القا بکنن، مجبورن اغراق انجام بدن. هیچ فیلمی نمیاد که مو به مو از واقعیت تاریخی ساخته بشه، به هر حال تغییرات توش شکل میگیره. جالبه بدونید که سفیر کانادا یعنی آقای تیلور بعد از اینکه همچین اتفاقی میفته و همه چی رو گردن خودش میندازه و همه جایزه رو خودش میگیره، توی دنیا فکر میکنن همیشه این قهرمان بوده و خب تصمیم دولت ها همین بوده. اما بالاخره بعد چندین سال داستان اصلی رو میشه و مأمور CIA که همچی کاری انجام دادن، ستاره طلایی CIA رو میگیره، جایزه‌ای که به بزرگترین مأمورها داده میشه و خیلی ارزش زیادی داره. و وقتی که همه چی رو میکنه دیگه میان ازش این فیلمو میسازن. نکته جالب دیگه که من در موردش خوندم این بود که آقای جیمی کارتر، کسی که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، اول با این نقشه کاملا مخالف بوده و اصلا نمیخواسته که همچین چیزی انجام بشه و همون اول میخواسته عملیات ایگل کلاو یا پنجه عقاب رو انجام بده که حتما در موردش خوندید. یه سری هلیکوپتر میان توی ایران توی کویر میرن و بخواستن گروگان‌ها رو آزاد کنن، اما یه دفعه طوفان میزنه و کلا نقشه به فنا میره، همشون فرار میکنن و اول قرار بود همین کار رو انجام بدن، اما در نهایت به خاطر همون اصرارهای مأمور و اینکه همه رو تو عمل انجام شدن قرار میده، مجبور میشه کنار بیاد. و خب خیلی هم نتیجهش خوب بوده برای این کشور، به خاطر اینکه دنیا میترکه این خبر. اما در آخر هم بعد چندین ماه همون عملیات ایگل کلا رو انجام میده، عملیاتی که طی اون یه سری هلیکوپتر و هواپیما از آمریکا میان، از مصر وارد میشن و توی کویر روی زمین میشینن. نصف شب بوده، کسی نمیبینتشون. یه دونه از ماشین‌های کامیون‌های حامل سوخت داشته رد میشه، به راننده شلیک میکنن اما فرار میکنه. یه اتوبوس دیگه از شرط میشه مسافر داشته، اونا رو گروگان میگیرن و همه چی انگار داشته خوب پیش میرفته، تا اینکه هلیکوپترهای نهایی که مامورهای دلتا رو توش داشتن روی هوا گم میشن و نزدیک 1 ساعت و نیم دیر میرسن. دیر رسیدن اینا خیلی ماموریت ضربه میزنه و بدترش اینه که توی عملیات بعدی که میخوان راه بیفتن، وقتی هلیکوپترها ما میخوان راه برن، گرفه‌ای به هم دیگه برخورد میکنن و یه انفجار خیلی بزرگ رخ میده، به طوری که در نهایت اکثر عتبادشون میتره که دو تا هلیکوپترها به خاطر صدمه که بالشون میخوره همونجا رها میشن و مامورا هم همشون با هوا به همون مصر برمیگردن. روز بعدی هم که به گفته اون 42 مسافری که گروگان گرفته شده بودن و ول شدن تو همون کویر، ارتش و سپاه میان هلیکوپترها رو پیدا میکنن و خب یه کلا عملیات لو میره. نیروی ایران هم برای این که دیگر همچین چیزهای جلوگیری بشه، گروگان‌هایی که همشون توی یه جا نگهداری شده بودن رو پخش میکنن و عملا برای آمریکا غیر ممکن میشه که بخواد از اینجور راه‌ها پسشون بگیره. چیزی نیست که در مورد فیلم باشه، فقط خواستم بگم به خاطر اینکه خوبه یه وقتا تاریخ رو این وسط یاد بگیریم. خلاصه که آرگو فیلم جالبیه، هیجان خیلی بالایی رو داره، اما در کل توش اغراق نمایی شده و خیلی آمریکانایزه، یعنی آمریکایی گرایی شده توش. یه چیز خیلی عادی هم از خب دولت آمریکا و هالیوود دارن میسازنش. هیچ کشوری نمیاد فیلمی رو بسازه که توش خودش رو بد جلوه بده. اگه دیده باشیدش متوجه منظورم میشید، به خاطر اینکه حتی مردم عادی ایران هم خیلی بد توش نمایش داده میشن
و انگاری به همشون یه جوری داره توهین میکنه. اما از لحاظ اثر هنری واقعا خوبه، خیلی هیجانش باله. صحنه هاش جوریه که نفست تو همزمان با تونی و اون دارو دستش باید حبس کنی، چون عین همونا داری استرس و هیجان میکشی. امیدوارم خوشتون اومده باشه، نظراتتون رو بنویسید، جنگ نکنید توی کامنت ها. این فیلمو به عنوان هنری گذاشتم نه چیز سیاسی. لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتون هم گلسی.